هرکس میرابالار سلام به همه امیدوارم حال همهتون خوب باشه خیلی خوش اومدید به جلسه دوازدهم از آموزش کتاب استانبول یک یا استانبول آیک خب امروز این جلسه جلسه دوازدهممون هم هست و قبل از اینکه وارد کتاب بشیم قاستم چهار عمل اصلی ریاضی که قولش رو داده بودم خدمتتون جلسه پیش اونا رو با هم بخونیم بعد وارد کتابمون بشیم خب بدون فوت وقت بریم شروع کنیم اه، کلمه اه، توپلاما توپلاما به معنی جمع هست کلمه چیکار ما به معنی تفریق هست کلمه چارت ما به معنی ضربه و کلمه بلمه به معنای تقسیم هستش خب اینا حالت های کلیش من خدمتتون نوشتم جمع چی میشه؟ میشه توپلاما تفریق چی میشه؟ چیکارما ضرب چی میشه؟ چارپما تقسیم چی میشه؟ میشه بلمه الان میریم اینا رو مثلا به رو یاد بگیریم مثلا میخوایم بگیم چهار به علاوه مثلا پنج مساویه حالا چی میشه اینطوری بخوایم بگیم به طور که اینطوری حساب کنیم چطوری باید حساب کنیم به این شکل حساب میکنیم علاوه میشه آرت به عنوان مثال مثلا بخوایم بگیم چهار علاوه پنج خب عدد خوندیم جلسه پیش درت میشه چهار حالا من به شکل حروفی می نویسم درت آرت بشم که میشه پنج مساوی هم میشه eşittir hop 4 artı 5 eşittir 9 اینطوری ما می نویسیم یا میخوایم منها رو بنویسیم یعنی منهایه رو بنویسیم منهایه میشه اکسی حالا مثلا میخوایم بگیم 5 منهایه چهار دقیقا همین کار رو می کنیم بش اکسی درد پنج منهای چهار خب مساوی است با اشید دیر بیر این هم از این خیلی ساده کافیه که آرت رو بدونید اکسی رو بدونید و اشیتی رو بدونید فقط یه نکته هم بگم اگر جای که و سه با هم عوض بشه یعنی به جای اکسی اسکی باشه اسکی به معنی قدیمی هستش این هم حواستون باشه خب اما ضرب رو بخوایم بگیم ضرب یا ضرب داره میشه چarp الان همین رو بخوایم بگیم مثلا بگیم که 10 ضرب در 2 اون çarp 2 خوب چند؟ 10 çarpı 2 5 10 تقسیم بر دو مساوی 5 این هم از این یا میتونید یه روش دیگه هم برای ضرب بگید مثلا از اونم از کلمه کره هستش یعنی بار دفعه مثلا ترکا میگن ایکی کره ایکی مثلا درد یا درت ببارد یا توی محاوره شون وقتی میگن اینو 4 میخونن می می آخرش حالا 4 ادر همون چیه؟ همون دو دو تا چهار تا میشه هستش یا 10 کره 10 کره ای 20 ادر حالا من فکر کردم این تقسیم به من بشنوشتم اینم 20 میشه 20 پس 10 چارپ 2 برابر 20 یا 10 کره 2 برابر 20 پس اینم حواستون به این باشه هم با کره میتونیم ضرب بگیم هم با چارپ میتونیم ضرب بگیم و بله هم بله میشه تقسیم حالا اینجا میتونیم بگیم 10 بله 5 یا اون بلو اکی اشید مساوی است با اکی اون بلو بش اشید تیر 2. یا اون بلو اکی اشید 10 بش ده تقسیم بر پنج مساوی دو یا ده تقسیم بر دو مساوی پنج هستش پس این هم اعمال ریاضی رو در ترکستان یاد گرفتیم چارپه یا کره به معنی زرب بود که خدمتتون توضیح دادیم اما باز یه گرامر دارید من کتابتون رو بررسی میکردم اینم حالا بگیم اینجا بعد یه سر بینیم کتاب دیگه رفت آمد نکنیم به ورد و کتاب اونم کلمات کلمات نه بخوایم اعداد رو به شکل ترتیبی بگیم اونو یاد میده ببینید دوستان اعداد ترتیبی چیه ما در زبان ترکی سه نوع عدد داریم اعداد اصلی هستند که خب حالا بیر ایکی ایچ بش هستش یکی اعداد ترتیبی هستند که معادل فارسیشون اول دوم سوم یا اولین دومین سومین هستش که الان اینو در ترکی میخوایم بخونیم یکی هم اعداد توزیعی هستش توضیعی ببینید اسمش روشه توضیعی یعنی وقتی میخواد یه چیز رو توضیح کنه پخش کنه تو فارسی مثلا میگن یکی یکی دوتا دوتا سه تا سه تا ستا ستا. مثلا میگن که از اینا یکی یکی بردارید یا دوتا دوتا بردارید یعنی انگار مثلا یه جور حالت توزیع کردن یه جور حالت پخش کردنه که الان اینو نمیخونیم بعدا خواهیم خون فعلا اعداد ترتیبی رو ما میخوایم بخونیم که اعداد ترتیبی در ترکی به چه شکلی هستش خب حالا میدونید زبان ترکی تا اینجا ما هرچی خونیم به شکل پسوند بود اینم به شکل پسبنده خب پسوند هایی که برای اعداد ترتیبی هستش پسوند اینجی انجه اونجو و اونجو هستش پس چی شد اینجی انجه اونجو و اونجو چهار نوع پسمند داریم فقط با زیادتون باشه همونطور که ملاحظه میکنید اول این پسمند میبینید صدا داره صدا داره صدا داره صدا داره اعدادی که آخرین حرفشون صدادار نباشه مثل کلمه بیره که آخرش بی صدا هست یعنی ره هست خب مشکلی نداریم اینجا همین نگاه میکنیم با آخرین حرف صدادار بیر که اینجا چیز ایه میاریم اینجی رو اضافه میکنیم پس بیر میشه چی؟ میشه بیرینجی اما کلمه ای که صدادار مثل ایکی چون این آخرش صداداره و اول اینا هم داره دو تا حرف صدادار به خاطر اینکه کنار هم قرار نگیره میایم چیکار میکنیم میایم حرف صدادار اینا رو اولهاش رو می میکنیم یعنی فقط میمونه نجی نج نجو و نجو یعنی ایکی ن حالا جی میشه دیگه نجی میشه میشه ایکین جی پس این ایشو هز کردیم نجیشو آوردیم گذاشتیم اینجا موقع خوندنم این نه رو روی این سیلاب بخونید یعنی با این سیلاب بخونید ایکین ایکین و جی جی رو جدا تلفظ کنید نه رو روی سیلاب اول ایکین جی اوچ آخرش بی صدا هست از این میگیره اوچونجو دارت باز این هم یه نکته هست یادتون باشه چون آخرش ت هست و اول اینا هم صدا داره دارت تش تبدیل به د میشه میشه 4 دونجو یعنی این ت این درد تبدیل به ده میشه میشه دردونجو بش باز بی صدا هست میشه بشینجه ولی آلت چون صدا داره و او هست از این استفاده میکنیم اوشا هز میکنیم و نج اضافه میکنیم گفتیم این نه رو هم موقع تلفظ روی آلت بخونید یعنی آلتن آلتن بجه آلتنجه نخونید آلتنجه بخونید این از اعداد ترتیبیمون در زبان ترک استانبولی خب همین چیز خاصی نداره فقط این پسمنت رو یادداشت کنید نکته یادداشت کنید که اگر آخرین حرف عددمون صدا دار باشه اینا رو هز میکنیم و دور هم تش تبدیل به ده میشه میشه دردونجو حالا از مثلا بقیه اعدادم اینطوریه دیگه یدینجی خب یدی آخری صدا داره نیجی اضافه میکنیم میشه یدینجی سکیزینجی دوکوزونجو اونونجو بعد از یازده هم دقیقا اینجا تکرار میشن اونبیرینجی اونیکینجی اونیچونجو تا یوزونجو یرمینجی اوتوزونجو کرکنجه الینجی هلتمشنجی یتمشنجی سکسنینجی دوکسننجی و 100 بقیه حالا یک تا نوحهشون هم که گفتیم خدمتتون اینا تکرار میشن تا آخر خب الان وقتشه که بریم کتاب و کتاب رو با هم ادامه بدیم خب اومدیم کتاب اینا رو که گفته بودم بنویسید حروفاشونو رو نوشته و ما باید عددش رو بنویسیم خب اون سکیزی به شکل عددی اون رو مینویسیم نویسیم رو خب به شکل می 350 مینویسیم نویسیم اینا آسونن اما قسمت چهار که گفته بودم خودتون بنویسید ولی نحوی خوندنش رو درس نداده بودم که نحوی خوندنش رو هم یاد گرفتیم بیر آرت بش اشیتر جای خالی درت چارپ سکیز اشیتر حالا چار هشتا سکیز اکسی آلت اشیتر الی بلو بش اشیتر 16 bölü 2 eşittir 8, 100 artı 80 eşittir 180. 23 artı 11 eşittir 33, 100 eksi 40 eşittir 60.Şley beyin 8 eksi 6 eşittir 2, 50 bölü 5 eşittir 10, 4 çarpı 8 eşittir 32. بیر آرتبش اشیتر آلت دیگه حالا اشتباه هم گفتیم شما ببخشید اینطوریه örnek مثال داده ساعت کاچ ساعت درد ساعت چنده ساعت چهاره شما میتونید از اینا به عنوان سوالات قالب استفاده کنید در ساعت کچتا در ساعت چنده در ساعت دکوزدا در ساعت نه. Bir ayda kaç gün var? Der yek mah çen rüz vücud dare Bir ayda otuz gün var. Si rüz vücud dare Bir yılda kaç ay var? Der yek sal çen mah vücud dare Kaç ay? Yeni çen mah. Bir yılda on iki ay var. Yaz deh mah vücud dare Sınıfta kaç öğrenci var? Sınıfta der kelas. Çen danışçu, danışamuz vücud dare Sınıfta on beş öğrenci var. کاچ یشنده سنز کاچ یشنده سنز خب چند سالتونه این چیز رو هم میتونید حس کنید این ازو بشه کاچ یشنده سن یعنی چند سالته کاچ یشنده هم برای شما میشه پس کاچ یشنده تو چند سالته کاچ یشنده سنز یعنی شما چند سالتونه یرمی دورت یشنده یم بیسو چهار سالمه کاچ پردون چای کاچ کاش لیره رو قبلا خوندیم به معنی چند لیر چای چند لیره چای بیر لیره یک لیره و بخواین تلفن کسی رو بپرسین تلفن نماره نز کچ میپرسین اگر بخواین بگین شماره تلفن تو چنده و این اوزو هست کنید دیگه تلفن نماران کاش میشه برای تو تلفن نماره نز کچ میشه برای شما خب حالا جواب میده تلفن نمارم صفر گفتیم شما تلفن رو مثل فارسی میخونیم 212 از اون از کرک اوچ میشه این عوضی اما بیایم پایین این گرامه رو باز ما خوندیم اگر دقت کنید حالا این پسفند رو خوندیم کاچ یعنی چند به آخر کچ اینج اضافه شده شده کچنج یعنی چندمی حالا می تو... اینم خیلی کاربردیه مثلا چندمین کلاس چندمین طبقه یا یعنی همون طبقه چندم یعنی همون کلاس چندم تو فارسی میگیم مثلا حالا من اینطوری که میگم جمله بندیش اینطوریه تو ترکی چندمین کلاس میشه میشه کچنج سنف چندمین طبقه کچنج کات مثلا در چندمین طبقه زندگی میکنی کچینجی کتا یشیارسون اینطوری که من فارسی رو حرف میزنم جمله مثل جمله بندی ترکی حرف میزنم که شما هم امتحان کنید توی مکالمهتون جمله بندی ترکیتون خیلی کمکتون میکنه بینیم اوین بیرینجی کاتتا خونه من در طبقه اوله حالا شما میتونید بگید در چندمین طبقه زندگی میکنید خیلی آسونه سالن چه کنچی کلاس در کدوم طبقه است در چندمین طبقه است؟ اکول سکیزینجی سکهکته سکهک سوکاق منی کوچه اکول سکیزینجی سکهکته خب مدرسه در کوچه هشتمه یا هشتمین کوچه است؟ آه, آه, آه سوندجو سردا کیم وار؟ سون یعنی آخر سنونجو یعنی در آخرمین یا به بارهی آخرین در فارسی سرآ میشه ردیف قرار یعنی نیم هم از خب اینجا نیمکت کات معنی نمیده ردیف معنی میده میگه در ردیف آخر چه کسی وجود داره کیم بار؟ میگه اون دا وار میگه 11. sayfada resimler var 11. sayfa میشه صفحه ی 11 11. همین صفحه حالا اینطوری بگیم بهتره 11. sayfada در 11. همین صفحه resimler وار یعنی عکس ها وجود داره رسم یعنی عکس رسم وار یعنی عکس وجود داره خب حالا قسمت پنجم اینو خواسته که شما جواب بدید مثلا سنفتا کچ کیشی بار حالا من از شما میخوام که دوست داشتید ویدیو رو اینجا پاس کنید استوب کنید برید اینا رو خودتون بنویسید اگر کتاب دارید اگر هم کتاب ندارید همه روی کاغذ به صفحه گوشیتون موبایلتون تبلتتون لپتاپتون رو هرچی نگاه میکنید بنویسید نگاه کنید و بنویسید جواب رو. بعد حالا من میخوام الان اینا رو جواب هاشو بگم بعد شما پلی کنید بعد ببینید که چطور جواب هایی حالا جواب که قطعا یکی نخواهد بود ولی خب حالا قالب بندی جمله یا نحوه استفاده کردنشون به دستتون میاد خب بریم جواب رو با هم چک کنیم صنف کچنجی کاتا کلاس در چند دومین طبقه است خب خیلی راحت آسون شما میتونید بگین که همین صنف رو بگید بگید صنف کلاس شماره طبقتون رو بگید بعد آخرش کاتا بگید مثلا بگین صنف بیرینجی کاتا سنف ایکینجی کاتا سنف ایچونجی کاتا به جای صنف اویم خونم اویم دردونجی کاتا اویم 6. کتا اوین 8. کتا حالا هرچی مازا 10. کتا بیر هفتا کچ گن وار در یک هفته چند روز هست؟ خب اینجا نمیخواد دیگه با اینجی اونجو بگید خب در یک هفته چند روز هست؟ بیر هفتا دا یده گن وار در یک هفته آسون. بیر هفتا در یک هفته پس منده در داره یده هفت روز وار وجود داره تمشد سیز کچ کیلو شما چند کیلو هستید خب باز اینجا هم نمیخواد اینجا اونجا اضافه کنید وزنتون رو میگید میگید بن شماره وزنتون کیلویوم بن کرک کیلویوم بن الی کیلویوم 60 کیلویوم 70 کیلویوم حالا هرچی بیر شیشه سود کچ لیره؟ خب آسونه باز یک شیشه یا یک بطری شیر چند لیره؟ خب شما میگید بیر شیشه سود شماره یه لیرو مثلا اکی لیرا، اوچ لیرا، بش لیرا مسادا کچ کتاب ور؟ ببینید به جای کچ عدد میذارید مسادا بش کتاب ور به جای کلمه پرسشی جواب میذارید خیلی راحت سنین اوین کچنج کتا باز اینجا به جای کچنج شماره ی عدد میذارید با پسمند اینجی چون سوالش با اینجی بود شما هم جوابش رو با اینجی میگید چون اینجا با سنین پرسیده سنین تبدیل به بنیم میشه انگار میگم که خونه چندمین طبقه است شما میگید خونم پس باید اینجا هم با بنیم جواب بدید بگید بنیم اویم مثلا حالا تعداد شماره طبقه تونو چونجو یدینجی کاتا استانبول دا کچ میلیون انسان وار به جای کاچ عدد میذاریم استانبول دا 14 میلیون انسان وار مثلا دوم تاریخی نیز نه اگر بخواین از کسی شماره تاریخ بپرسیم از این سوال استفاده میکنیم و بخواین از زمیر تو این سوال رو بپرسین گفتیم ایزش رو هز میکنیم دوم تاریخی نه خب میگید که دوم تاریخیم این از زمین شما پرسیده شما برای زمین بند باید جواب بدین دوم تاریخیم تاریخ تولدم مثلا حالا اینجا باز یادتون باشه جلسات پیش گفتم چطور تاریخ ها رو بخونیم عدد روزتون رو میگید اسم ماهتون رو بگید بعد عدد تاریختون رو میگید مثلا میگید چه بدونم 13 هزیران مثلا 2000 سیزده هزیران دو هزار یا مثلا 25 شوبات 1892 هرچی اینو میتونید اینطوری بگید شماره 9 نو نوشته که سنفتا بیرینجی سراده کیم بار خب به جای کیم اسم میگید دیگه کیم یعنی چه کسی برای اشخاص استفاده میکنیم اینجا هم باید جوابشو با اشخاص بگید بگید سنفتا بیرینجی سراده آیشه بار Ahmet var. Asu var. Sümeyye var. Harci. Sokakta kaç araba var? Böyle kaç adet mi zarit? un salat ki bu kaçıncı porsi demişe? cevapı var şu bayağı bir ba inci habedit. ki bedune kaç porsi yani bedune kaçıncı ve ba kaç porsi demişe? Fakat adede halire mi git? Sokakta mesela 5 araba var, 10 araba var. Hala her çanta ماشین وجود داشت این هم از این صفحه صفحه بعد دوستان گرامی فایل صوتی داریم دینلمه داریم یه مکالمه هست به اینجا گوش میکنیم و باز طبق روال من فایل لینک فایل صوتی رو زیر, زیر این پست توی قسمت دیسکریپشن یا توی قسمت کامنت ها میذارم شما از اونجا میتونید فایل صوتی رو دانلود کنید حالا توی کانال تلگرامی هست فایل صوتی میتونید وارد حالا کانال تلگرامی بشید یا عضوش بشید و از اونجا دانلود کنید به شکل خیلی راحت حتما این صفحاتی هم که ما جلو میریم رو هم باز لینک اینا هم میذارم که به راحتی دسترسی داشته باشید خب بریم شروع کنیم اینو گوش کنیم باز من دوبار این فایل صوتی رو پلی میکنم دوبار گوش کنید بعد مکس کنید ویدیو رو پاس کنید سعی کنید بنویسید اون جواب هایی که میخواد رو بعد که من جواب هاشون میگم خدمتتون اون موقع چک کنید یه دونه از اینجا که نوشته اوتل فرمو فرم هتله اینم دقت کنید بزاف مزافون الی هستش فقط باید جای خالی رو پر کنیم یه خ... حالا خانوم باید باشه بعد اینجا اسم خانوم رو می نویسیم رو نوشته بعد آدرسش هم یه چند تا جای خالی داده پلاکیش رو می نویسیم بعد اسم کوچهش رو می نویسیم شمار تلفنش رو می نویسیم شماره عدد روزش رو می نویسیم روز تولدش رو تعداد روزی که میخواد بمونه و اودا نماره رو هم باید بنویسیم خب بریم شروع کنیم حالا <تصفح> من باز کنم فایل صوتی رو خب امیدوارم صدا به باشه که بشنوید مرحبا خوش گردین خوش Adınız nedir? Derya Günay. Adresiniz nedir? Gül Mahallesi 7. Sokak No: 34 Emek Ankara. Telefon numaranız nedir? 0525 340 8467. Ne zaman geliyorsunuz? 29 Kasım'da. Kaç gün kalacaksınız? 4 gün. Kaydınız tamam. Oda numaranız 315. Hoş <laughs> İngil'e var. Ke bu ham görüşkerdin. Bir var dige hamkushk'nim. Ba cevap haşo var. Bari 19 kasımda. Kaç gün kalacak? Ha. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adınız nedir? Derya Günay. Adresiniz nedir? Gül Mahallesi 7. Sokak. No 34 Emek Ankara. Telefon numaranız nedir? 0525 340 84 67. Ne zaman geliyorsunuz? 29 Kasım'da. Kaç gün kalacaksınız? 4 gün. Kaydınız tamam. Oda numaranız 315. Tamam. Alo benim bahan konim. Her çiçeğimi ben unara hizmet ettim. Tahlil mi konum. درزم امیدوارم که همه نوشته باشید مرحبا خوش گردید خوش بودک عدنوز ندیر؟ دریا گنال خب عدرسیوز ندیر؟ گل محلسی یدینجی سکک نو چقدر اینقدر زود رفت خب اسمش چی دریا, گنای بود دوستان؟ دریا گنال بود حالا گنالش رو نوشته ما هم اینجا دریاش رو می پس فرم رو اینطوری پر میکنیم دریا گونای خب بریم آدرس جنای آدرس نیز گل محلسی یدینجی نو خب گل محلسی یدینجی سوکاک اگه بازیادتون باشه گفتم که بخوان اعداد ترتیبی رو بنویسن ترکا معمولا عدد رو می نویسن کنارش نقطه میذارن. وقتی که عددی رو دیدید که کنارش نقطه هست اینو به شکل اعداد ترتیبی بخونید مثل بیرینجی کنجو اوچونجو اگر هم که خب عدد ندیدید همین چیز بخونید یا عادی بخونید پس پلاکش 34 بود شماره کوچش هم یه بود یعنی هفتمین کوچه ادامه امک آنکارا امک آنکارا تلفون نمارنز ندیر 0525 خب. 0 525 340 340 84 67 84 67 پس جوابمون هم اینه نه زمان خب گلیش تاریخی گلیش تا گلیش یعنی آمدن تاریخ اومدن گلیش تاریخی 29 کسیم گفت ببینید تاریخ چطوری خوند عدد روز

وقتی که میخواد به این پسوند اضافه کنه او اضافه کنه این ت ت کای تبدیل به د میشه یعنی میشه کای و در ضمن این اوی ما قبل آخر هم هز میشه یعنی دو تا اینجا اتفاق میفته یکی حذف حرف صدادار ما قبل آخرین حرفه یعنی ا. یکی هم تبدیل ت به د هستش میشه کایدنز یعنی ثبت نامتون اودا 315 بله اودا نمارنز هم 315 او هستش اینم هم از شماره اتاقش خب الان تو قسمت یازما یه تمرین هستش گفته که شما هم مثل حالا اون خانم دریا شما هم بنویسید اسمتون رو می نویسید فامیلیتون رو می آدرستون رو مثل اون آدرس بالایی می یه نمونه آدرس دادن به ترکی هستش که ببینید چطوری آدرس داده اول اسم محل، محلش رو گفته اسم کوچشو گفته پلاکشو گفته اسم, شه... اسم, منطقه بعد اسم شهر بعد حال اسم کشور که اینجا نیاورده ولی شما خوب میتونید ایران هم آخر بنویسید مثلا چطوری بگم خدمتتون آه... حالا اسم محلتون خب نمیتونم چیه مثل این انجام بگیریم اسم محلتون حالا مثلا اگه تهران رو در نظر بگیریم چه بگیریم جنیت آباد محل اسم کوچه مثلا حالا 3 سکاک نو رو بگیم مثلا و 52 آه... حالا مثلا تهران ایران چون ترکی متفاوته کلا این آدرس ایشون اسم منطقه هم حساب هم منطقه میتونه جنت آباد باشه هم اسم محله میتونه جنت آباد باشه حالا میتونید بگید جنت آباد تهران یا هم میتونید اینجا اشاره نکنید خب ولی چه استانبولی اسم منطقه با محله فرق میکنه به خاطر همین اینطوری هستش شما میتونید اینا رو مثل الگوی بالا تکمیل کنید و قسمت کنوشما هم گفته که اشلی چلشلم جفت کار کنیم یک سایه سویلیلیم سه عدد بگیم مرکزشم سایلری یاسن حالا اینا نمیخواد حالا شما عدد خوب یاد بگیرین این قسمت نمیخواد خب تا اینجا کافیه ما جلسه بعد انشالله درس جدیدمون رو شروع میکنیم قسمت ج از اکینج یونیت این قسمت رو حتما تمریناتتون رو انجام بدید فایل صوتی رو قشنگ گوش کنید و این ویدیو رو هم تا یاد نگرفتید نرید به ویدیو بعدی حتما اینا یکی دو بار حالا سه بار هر چند بار که دوست دارید ببینید بعد وارد ویدیوی بعدی یا قسمت بعدی باشید تا جلسه آینده خوشا